با درود خدمت شما عزیزان در مورد حزب نتانیاهو از هفته اکتبر مطالبی رو خدمت شما ارائه دادیم و میخواستم به چند نکته اضافی هم اشاره کنم اگر دقت کرده باشین و خبرها رو مرور کنید از بعد از حمله 7 اکتبر که گفتیم یک حمله گلوبالیستی علیه دولت نتانیاهو بود خیلی از کشورها علل خصوص ترکیه اعلام کرده که در حال شناسایی جاسوسان هستند و تقریبا تا دو سه ماه گذشته تعداد زیادی رو گفته جاسوس های موساد رو دستگیر کرده در داخل ایران هم برصورت اعلام شدش در بعد از هفت اکرام که چند جاسوس موساد اعدام شدن و همزمان که میبینیم علیه نتانیاهو امروز در تلاویب تظاهرات برپا شد سه تا از مقام های ارشد امنیتی و اطلاعاتی هم اعلام کردند که استفا خواهند داد و بیانی که اول فوریه تقریبا دو روز پیش وزارت اطلاعات جمهوری ولایی اعلام کرد و اعلام کردش که ما 28 در 28 کشور جاسوس ها و نهادهای های به موساد رو شناسایی کردیم که این یک ساین داره یعنی شما یک ماه گلوبالیست دوباره به نتانیاهو فرصت دادن که کنار بره یعنی از اول فوریه چون ماه فوریه 28 روزه و دقیقا در اول فوریه وزارت اطلاعات این ساین رو داد که ما در 28 کشور بر صورت مقرهای موساد رو شناسایی کردیم جمهوری اسلامی که بازیچه هست یعنی نهادهای مستقیمی در جمهوری اسلامی دخالت میکنن و به لابیهایی لابی هایی هم در داخل جمهوری اسلامی هستن که اطلاعات سپاه یک زمانی بازیچه اونها بود ولی خب الان با ایجاد نهادهای امنیتی به خاطر بر نهادهای جدید امنیتی که خامنه ایجاد کرد مثلا نهاد امنیتی و اطلاعاتی مثل نیروی انتظامی و الان قوه قضاییه که دقیقا چهار نهاد اطلاعاتی و امنیتی ما که ما به موازات همدیگه داریم تلاش شده که این لابی ها برای خودشون هر کدوم یک اختیار عملی داشته باشن و این اعلامیه که وزارت اطلاعات داد در راستای همون حذف نتانیاهو هست و یک هشداری هم داد به عوامل داخلی در داخل ایران و با این دستگیری هایی که گفتن موساد انجام داده برخلاف فرمیشه میبینید صحبت از اطلاعات سپاه نمیاد و یک زمانی اطلاعات سپاه یک سری افراد رو میگرفت میگفت اینا جاسوس های موساد هستن ولی خب عملا مهره گلوبالیستا بودن مثل کاوه مدنی و اون تیمی که در داخل ایران فعال بودن توسط اسرائیل نهادهایی که متصل به اسرائیل بودن دقیقا دستگیر شدن الان هم وضعیت به اونه خواهد پیش رفت که بعد از این صلح کابینه نتانیاهو شکست خواهد شد و باید انتخابات مجدد برگزار بشه که قبلا هم گفتیم پایان نتانیاهو رقم خورده و با این قراردادهایی که در پاریس امضا شده و حالا کاملا عمل علنی نشده و دو کشور رو پذیرفتن بریتانیا هم بریتانیا هم اعلام کرده که شاید به زودی کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسیم و نهایتا وقتی به رسمیت شناختن کشور فلسطین این عملا یعنی یک اسرائیلی که مبتنی بر چند قوم باشه یعنی عرب های مسلمان و بر صورت یهودی های بحال لیبرال باشن چون یهودیای های دوام نمی آورن در این بازی که اینها بر صورت پای ریزی کردن و همین الان هم می بینید در امریکا علیه شهرکسازی اسرائیل به حال تحریم ایجاد می یعنی واقعا عجیب و غریب دارن حمله میکنن به نتانیاهو چون بازی ها رو در منطقه به تعویق انداخته و نظم نوین رو تنها مهره ای که بر صورت داره علیه بر صورت برنامه ها در داخل خاورمیانه مقاومت میکنه نتانیاهو و این لابی افراطی هست و بر صورت خیلی از عوامل ولایی اون محور مقاومت هم طی این یه هفته یا ده روز آینده حذف خواهند شد یعنی عملا دیشب وقتی 85 محور 85 نقطه را زده کل محور مواصلاتی که قبلا یعنی پایگاه القائم ابو کمال اینا باعث می که این محور مقاومت بتونه لوجستیک خودش رو بر صورت انجام بده طی دیشب عملا ویران شد و این تازه اول ماجرا شما بدونید این حمله ای امریکا بعضی مسخره میکنن میگن اطلاع دادن دقیقا بهشون گفتم برگردید نا دنبال این هستن که این بازی رو جمعشون کنن و دیدیم که بعد از اینکه این حمله ها شروع شد هیچ کدوم از نهادهای نظامی یا به حال فرمانده های نظامی سخ حرفی نزدن و عملا فهمیدن که دیگر اینجا میدانی نیست که بخوان دخالتی داشته باشن و بازی تمام شده و عرازشه ولایی 43 سال به واسطه یک دروغی که برژینسکی براشون تهیه کرده بود هلال شیعه و راه قدس کربلا میذاره دیگر تمام شد و این 85 نقطه بسیار های اهمیت بود و بر صورت گلوبالیستا به واسطه فوتبال از این بر خبر مهم گذاروندن و الان ارزشی ها به خاطر فوتبال خوشحال هستن این نکاتی بود در مورد بازی ها در منطقه و بر صورت اعتراضاتی که امشب دم از دیشب علیه نتانیاهو دم منزلش آغاز شده و بر صورت ما خبرها رو دنبال میکنیم و تلاش میکنیم هر شب در مورد بازی و در منطقه یک ویدیوی کوتاهی خدمت شما ارائه بدیم